چند روزی میشه تقریبا از بعد از هالووین که همه برنامه هام و کارم و زندگیم و همه چیم خیلی خیلی به هم ریخته، مخصوصا یوتیوب. اگه از بک‌گراندم متوجه نشدین، اون جایی که توش بودم کامل الان بناییه واسه همین جامو عوض کردم. هزار تا کار از همه طرف رو سرم هست که بعد انجامشون بدم، واسه همین امروز رو تصمیم گرفتم که واقعا بشینم درست حسابی یه برنامه بریزم، به همه این چیزا سر سامون بدم و رفعشون کنم و این قضیه رو با شما در میون بذارم که اگه 1% شما هم دارین مثلا با هر مشکلی توی زندگیتون سر کله میزنین، بدونین که همیشه این مدلی نمیمونه، دست خود آدم خیلی چیزا و فقط آدم باید یه ذره خودش دست به کارشه، شروع کنه همه چی سر سامون بده، همه چی مرتب منظم کنه و اینکه درست میشه همش. وقتشه که یه رازی رو بهتون بگم که خیلی سعی کردم ازتون قایمش کنم ولی دیگه نمیتونم. من موهام خیلی زشته، یعنی اگه صافش نکنم یا حتی خودم با سشوار و اتو و این چیزا حالت دار درستش نکنم، یه حالت وزوزی فرفری شلوغ پلوغ جنگلی خیلی خیلی بدی داره. واسه همین همیشه وقتی که از حموم میام کلی بهش میرسم، کلی وقت میذارم که صاف و مرتب منظمش کنم. بعد این اواخر دیگه از حموم میومدم یه چیزی حدود یه ساعت و ربع درست کردنش وقت میگرفت، واسه همین تصمیم گرفتم یه کوچولو کوتاهش کنم که هم راحت‌تر بتونم بشورمش، راحت‌تر بتونم درستش کنم. میدونم احتمالاً براتون ذره مهم نیست. چطور شد؟ از این دور میبرم. یه بردارم تا به گرافیکی و آرت بوک و تصویر سازی و این چیزایی چند تا بردارم. هوا یه جوری هر بار داره گولمون میزنه بخاطر اینکه خیلی آفتابه، توی خونم اونقدر سرد نیست ولی میای بیرون یه یخ میزنی. فلوشاته و چون من از آمپولینا میترسم و نمیخوام برم فلوشات واقعی بگیرم، پس میگرفتم به این بسنده کنم. انگار سرکه هست فقط، سرکه تند. خوشحال نیستم که اونقدر سرکه رو شکم خالی کنم. چون من خیلی با این به این حال کردم، مخصوصاً این میاز کوردهی توی ونکوور ببینم چی کار میکنی. قفم توشی چه قفم نمیده برای همه اینجا اسمشون رو نوشت ولی برای من به جای اسمم نوشته شورت لاته. بعدش هم گفت حقا اینجا فیلم بگیم. از کامنت چی من وقتی آهنگ میخونه اولین فاکتورش اینه که آیا این آهنگ میتونه توی عروسی پخش شه یا نه، و اگه نشه نمیدنش بیرون. Give me the love.
بچه وقتشه که یه حقیقتی راجع به من بدونید. من دیوونه سوپرمارکتم، فقط منتظر بخونم که برم تو سوپرمارکت خرید کنم. نمیدونم چرا ولی بیش از اندازه بهم خوش میگذره تو سوپرمارکت. اصلا اگه یه نفر حواسش بهم نباشه ممکنه یه گم شم، مثلا 400 اون تو واسه خودم بپلکم. نه. آره اونجا رو خیلی بزنی. این کار رو باید لذت بخش. الان باید یه خورده بشینم پای کار. ساعت 5:30 فکر کنم، ساعت 5:40 است و هوا انقدر تاریکه. بعد همه عکسایی که گرفتم رو بریزم توی کامپیوترم، بعد شروع کنم با فتوشاپشون کار کنم، نوشته هایی رو که میخوان بیارم شروع کنم تبدیلش کنم به اون چیزی که ازم خواستن. الان هم باید بشینم و کار کنم. باید که اصلا دلم نمیخواد. کلیمه که میخوام چه شکلی بشه پوسترم نهایتا. اینجا مثلا اطلاعاتیه که ازم میخوان از زمان ایونت و وقتی که قرار اتفاق بیفته و آکس و ایناشون. اینجاها سعی میکنم عکسایی رو گرفتم خود رو دارد کنم. این وسط محصول اصلیشونه که نمیدونم از قدیم ازش عکس دارم یا نه، اگه نداشته باشم اونم یه روز بعد برم بگیرم. چی ببینی چی ببینی تو نیمه. فکر میکنم یه دلیلی که میتونم این مدلی از خونه کار کنم همینه که وقتی که یه کاری برای انجام دادن باشه انقدر میشینم پاش تا تمامش کنم، انقدر تو سرمه که باید حتما 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 انجام بشه بعد بتونم استراحت کنم، وگرنه اون استراحت کوفتم میشه به خاطر اینکه همش دارم تو سرم به اون کاره که بعد انجام بشه فکر میکنم. واسه همین یه هایی مثلا چندین ساعت میشینم پای کار. فکر میکنم موقع ادیت کردن ویدیوام خیلی خیلی بیشتر از این حرفا میشینم پای لپتاپ، به خاطر اینکه برام مهمتره از پوستر زدن. زیاد حتی الانم احساس خستگی نمیکنم، آروم حرف میزنم به خاطر اینکه خوابن اینجا، نمیخوام بیدارشون کنم. همیشه یه نفر یه جا خوابه که من نباید بیدارش کنم. احساس خستگی که میکنم حتی فکر کنم به خاطر این کاره نیست، به خاطر اینه که خوابم وحشتناک به هم ریخته. فکر میکنم یه دلیل بی‌حوصلگی و کلافگی من همینه و باید حتما حتما امشب درستش کنم. باید یه کاری کنم، سعی کنم زود زود بخوابم، فردام زود پاشم که از این چرخه چند شب پشت سر هم کم خوابیدن و بد خوابیدن راحت شم تموم شه بره. الان بدن نمیاد یه کوچولو بشینم بازی کنم. جدیدن دوباره دارم میشینم پای رینبو و خیلی داره بهم حال میده. دیشب بعد چند وقت نشستم پای رینبو بعد یادم اومد اصلا چقدر زیاد دوستش داشتم، چقدر طولانی مدت میشستم پاش. واسه همین کرمی شدم. الان دوباره دلم میخواد یه کوچولو بازی کنم. الان یه چیز کوچیکی بخورم، دارم بازی کنم، بعدش کارهای شبم رو بکنم که دیگه ریلکس بگیرم بخوابم. اینه که لازم نیست هر روز تو زندگی آدم اتفاقای هیجان انگیز تو ماچ بیفته که آدم بخواد شاد باشه. یعنی خوشحال بودن آدم بستگی داشته باشه به این چیزا. شاید پیچ اتفاق خاصی هم نیفته ولی آدم همیشه میتونه چیزای کوچولویی رو پیدا کنه که باعث میشه یه کوچولو حتی نه در حد حالا خیلی زیاد و مثل خبرها خوب شنیدن و اینا نه، ولی در حد همون روز آدم ذوق کنه، باعث شه که یه ذره هیجان داشته باشه، یه ذره با حالت عادی فرق کنه روزش. حتی کار کردن آدم اگه آدم کارشو دوست داشته باشه میتونه باعث شه که آدم هیجان زده بشه از ریزالتی که از کارش میبینه، از پروسه کارش ذوق کنه. من چون خودم خیلی 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 از این روزا زیاد دارم و تا حالا نشونتون نداده بودم، خیلی دوست داشتم که یه بار این ساید از زندگیمون نشونتون بدم، ببینین که یه روز سادم چه شکلی میگذره. برحال همه کارهایی که کردم از صبح که برنامه ریزی کردم تا طول روز که به همه کارم تونستم برسم باعث شد که خیلی 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 راحت تر شم، خیلی خیلی ریلکس تر شم، خیلی همه چی تو سرم
مرتب منظم تر شه و جا بیفته. خیلی به یه همچین روزی شاید احتیاج داشتم. دوستم خیلی هم خوشحالم که به شما هم نشونش دادم. اسم من نیا، مرسی از اینکه ویدیو ما دیدین. خدافظ.